سازمان امنیت وظیفه داشت. و اینجا یه مسئله بزرگ تاریخی است که بنده به جناب عالی میخوام عرض کنم. وظیفه داشت که نگذاره یک نیروی اصیل ملی که وابسته نباشه پا بگیره. محمد رضا شاه چون مرده، بنده جز به این صورت نمیتونم بگم، متاسفانه حتی یک حزب که طرفدار سلطنت مشروطه باشه قبول نمی کرد مگر اینکه خودش در اون کار دخالت داشته باشه، مگر اینکه اعضا رو سازمان امنیت تعیین کرده باشه، مگر اینکه و غیر و غیر و غیر. این بود که نهضت مقاومت ملی به هیچ عنوانی، هر وقت یک جلسه ما داشتیم می آمدن تذکر می دادند و بعدم خب یه دوتا رو می گرفتن و پیدا بودن کیا بیشتر سرشون درد میکنه برای این چیزا. و ما در تحت فشار یک رژیم به تمام معنا دیکتاتوری فاشیستی بودیم. هیچ تردیدی نیست. من میگم فاشیست، خیلی نکنید کمونیست بهتر از اونه، نه نمیخوام بگم، ولی در هر صورت توتالیتر به تمام معنا، توتالیتر منهای ایدئولوژی. چون چه کمونیست شما باشید چه فاشیست، یه ایدئولوژی دارید. ولی ما توتالیتر بودیم، ولی این خاصیت هم نداشتیم. حزب هر دنبیل باری به هر جهت، ملیون مردم، مردم بزرگ، مردم کوچک می‌دارم، بعد ایران نوین، بعد چی، تمام این مسخره بازی‌ها